بی بی دخترم، ما همراه تو کدام مشکل ندارم. مشکل ما همراه پدرت است. اولادم ازم گرفت، او دخترم ازم گرفت. پس مقصریم من نیستم، لطفاً مرا رها کنی. تو را رها کردن نمیتونم. اگه ای کار کنم پدرت نشانی دخترم برم نمیگه. یگانه رای حل ما تو هستی. اگه نگوی چی میکنی باز مرا از بین میبری. کل چیز مربوط پدرت میشه. اگه خواسته باشه تو را نجات میده، اگه خواسته باشه میمونه که تو را از بین ببرم. تو چطور؟ دخترم، ما یک بار تصمیم گرفتیم، ما دختر خودم میخوایم. این کار به پدرت میمونی یا خودت به خاطر نجات خود اقدام میکنی. انتخاب به دست خودت است. چه قسم؟ هیچ چیز نمیفهمی نه؟ با تو وعده میتم، اگه چیزایی را که میفهمی برم بگویی، با تار مویتم ضرر نمیرسانم. تو را آزاد میسازم، میمانم که خانه بری. با ما یک سر نخ بته. دوباره دخترم یک سر نخ بتی کافی است. سر نخ میخوایم. بگی یام سرنخ، هر کاری که میکنی بکن. تو و پدرت به خاطر این غرورتان یک روز تباه خواهد شده. کلکنا رو بسته کردی؟ بسته کردم. همه قسم می رفتیم خوب بود. اطفال پیش روی ما رو می گیرن ایلیف. حوصله ندارم. میشه تو هم کمکم کنی؟ درست از خودت می خونم. یه آیسته هم رو بکن. مبارک باشه جوانو. بسیار زیاد تشکر. ایلیف دیر میشه، بیا که بریم عزیزم. آی وقت خوش برتان میخوایم. روز بخیر. بیا دیگه بالا شده مادر. بیادرم زد میکنه. ابراهیم تصمیم خدا گرفته. ده اینجا تو خاموش هستی. خانم بیادر، بیا که ما دو مادر این مشکل حل بسازیم. ها اگر نه فقط دخترای ما ده این ضرر میبینن. بیا تا بخاطر اولادای خود معامله کنیم. من چیزی را نمیفهمم رنا. تو دروغ میگی. ایره هر دوی ما خوب میفهمیم. لطفاً بگو خانم بیادر، هر چی میفهمی برام بگو. بگو تمام یک راه نجات سنما پیدا کرده بتونم. اگر لازم شد به ابراهیم دروغ میگم، فریبش میتم. کافیست که به من یک سر نخ نشان بدی. نمیتونم. نمیتونم رنا. دیگه بالای من فشار نیار. خواهش میکنم رنا.
نه از بیادرم و نه از تو، از هر دوی تان خیر نیست. ابراهیم چی شد؟ عقل بیادرت به سرش آمد یا نه؟ با گذشت زمان بیشتر شبیه بیادرم میشی. تو هیچ وجدان نداری ابراهیم؟ رانا حال توی گپا رو بان، فقط برم بگو که بیادرت چی گفت. از گفته های خود منکر است. چی؟ چطور میتونه منکر شوه؟ چطور این کار میکنه؟ با ما وعده داد، با ما گفت که گفت دخترت برات میتونم، اما او حال خود قبول نمیکنه. این قسم است، بیادرت از مرگ برگشت، حال چیز قابل ترس نیست. ابراهیم انسان با وجدان است، در هیچ صورت به دخترش ضرر نمیرسانه. همین قسم است نه؟ همه تو فکر میکنه؟ ابراهیم لطفاً به گپ ما گوش کن. غنا دیگه به گپ کسی گوش نمیکنم. بیادرت پیشت است؟ نه خیر، ما بیرون هستم. رانا دروغ نگو، من میفهمم که پیش بیادرت هستی. موبایل به بیادرت بده. ابراهیم رانا گوش کن، چیزی که من میگم همو کار کن. میخوای همراهی بیادرم گپ بزنم؟ ابراهیم است، میخوای همراهی تو گپ بزنم؟ بالاخره تسلیم شد. بله چی شد وکیل صاحب؟ فهمیدی که کار کردن نمیتونی اما تو نیست؟ فهمیدم. بله فهمیدم جنرال صاحب، حال تو هم بفهم. با گوشهای خود بشنو. چی میکنی؟ او صدای سنم هست. سنم توی قسم خواستی. دیگه ای مرمی به پشانی دخترت میخوره. بیگی همراهش گپ بزن. بله پدر، پدر برزد زیادم نجات بده. درست از دخترم، آرام باش، صبر داشته باش، بس است. پدر، پدر صدایش شنیدی قدرت؟ زنده است. ما خو برات گفته بودم او بازی نمیکنه. با نظر خود فکر میکنه که مرا میترسانه. هنوز هم چپ هستی. وقت دخترت از بین بره باور میکنی؟ بیرون شو، بیرون شو. توم عجله کنید. جنرال صاحب ما را تنابانین، بیرون شوین. کسی که در قصه اولاد خود نباشه در قصه دیگر آخو هرگز نیست. بیرون شوین. فکر کنم کاملا سر وقت رسیدم.
ما نا وقت خبر شدیم. خوب شد بخیر گذشت. میخوایی معامله کنی؟ ما قبول دارم. تو جدی هستی خانم بیادر؟ آماده استم که به خاطر دخترم هر کاری را کنم. اگر لازم شود ما قابل قدرتام استادگی میکنم. کافیست که دخترم برم بیاری رهنا جان. به تو وعده میتم خانم بیادر. یک راه حل پیدا کرده سنم حتما برات میارم. باید هرچی عاجل موضوع انتقال بیادرت حل کنه. امکان داره بیادرت سرمه شک کنه. درست است؟ Yarim taksam koluma, hani bir oyundu masum uçursam aşka. Bartılar köpük köpük kaçırsın seni. Ma امروز با ما هستال سبتنام کده بودیم. آقا دینیز استینم دینیز. اتاقتان آماده است محترم. شما ای فرم خانه پوری کنین ما سبتنامتان انجام بیتو. میشه نکا خطتانه بدین؟ به تو داده بودم. درست است. دموتر ماندم. من میرم که بیارمش. طرف کی سیل داری؟ طرف او آدم، همکار ما است. او هم نظامی است؟ یک مدت با هم کار کردیم. او وقت استخبارات بودم. چرا بر سلام ندادی؟ ده قصهش نباش، هیچ خوشش ندارم. معذرت میخواییم که منتظر ماندین. مهم نیست. ابو فرمان کلی دو اتاقتان وقت خوش داشته باشید. تشکر میکنم. Hani bir oyundu masum uçursam aşka. Bartılar köpük köpük kaçırsın seni. Rüzgarlar bulut bulut oh oh getirsin bana. İstanbul şahit olsun seni sevdiğime. İstanbul şahit olsun beni sevdiğine. Serseri desinler bize. İstanbul şahit olsun seni sevdiğime. İstanbul şahit olsun beni sevdiğine. Çok kadar otağı makbul. Tamam iş bak hatırı tuha. Serseri desinler bize. Serseri desinler bize. خب خوشت آمد. این میزه به خاطر شما آماده ساختیم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر. بفرمایید آقا.
گوش نشدی؟ بسیار کم. چی میخوری؟ میبینم. معلوم میشه غذای شام بسیار خوشمزه باشه. بسیار یک جای عالی است. بله خوب شد که آمدیم. خوش هستی؟ بسیار زیاد. بعدم به تو من میشه خوش نگاهت کنم ایلیف. اجازه نمیتم که هیچ کسی ما را جگرخون بسازه. جنرال صاحب، آمادگی کنفرانس مطبوعاتی را بگیرین، بعدانم به ابراهیم احمق زنگ بزنین. جنرال صاحب، یعنی خواسته او را قبول میکنین؟ دختر شبرش میتین، درست گفتم؟ بله، دختر پدر به هم میرسانم. جنرال صاحب، حتما شما بهتر میفهمین، اما با این تصمیمتان مخالف هستم، خودتان میفهمین. به نظر شما بعد از او خاموش خاتمان؟ اگر از دست من کدام کار میه بریم بگوین تا این مشکل حل بسازم. جنرال صاحب، هر مشکلی که در بین ما است کوشش کنیم که حل شود. جنرال صاحب، ما در باره کل چیز فکر کردیم. جنرال صاحب، عجله کنین، هرچی که براتان گفتم انجام بتین. جنرال صاحب، اگر او قانع نشه. توبه توبه، پس قانعش بسازین، هرچی که میخوای برش بتین، کافیست که اونجا بیایه. امرتان بجا میشه. جنرال صاحب، لباس ما برم بتین لطفاً. با چشم جنرال صاحب، اما دکتر گفته نباید خسته شوین. ما اینجا با عنوان یک مریض نیستم، ما با مثل اردوی ترک هستم. جنرال صاحب، هر چی که میگم امور انجام بتین. درست است جنرال صاحب. دستانو بتین. ببینین کاملا سر پای استاد هستم. من دیگه میرم، همراه ابراهیم گپ زدم، او را با گپ زدن قانع ساختم. راست میگی، ابراهیم آدم بد نیست، یک انسان مهربان است. اگه برم همراهش گپ بزنم گپ مرد نمیکنه. رانا جان، خواهش میکنم دخترم گرفته بیار. میارم برات. اگه تو مثل بیادرم منصرف شوی باز چطور میتونم سرت باور کنم؟ رقیه، او دیگه کی است؟ خانمه که از همه چیز خبر داره، اما اول باید کار مرا انجام بدی، سنم نجات بده. خانمی جا، از وقتی که ما آمده متوجه استم شما کدام مشکل دارین، اما اگه از دست ما کدام کار ساخته باشه بگوین. خانمی جا، چند دقیقه بعد کنفرانس خبری دایر میشه. جنرال قدرت خواستن که شما مشتراک کنین. اگه خواسته باشین آماده شوید. درست است، پس شما با ما دقیقه وقت بتین. بفرمایین. چیگه پسنجر؟ سنم دیده نمیشه، از صبح تا حال امرای نانوی خود پس پسک میکنه، اما ما هیچ چیز نفهمیدم. شنایی، سنم اختطاف شده. اورام که اختطاف کرده حد زده میتونی؟ وکیل ابراهیم اختطافش کرده. او به سنم چه غرض داره؟ ای دیگه چه قسم سوال است؟ چرا نمیفهمی؟ در مقابل دخترش از قدرت کارهای دختر خودم میخواه. ایلیفه میخواه؟ بله. بدتر از اینکه جنرال قدرت آماده معامله است، نمیفهمم چی کنم. اگه ایلیف حاضر کنم فهمیده میشه که امرای دنیز ازدواج کرده. با این مشکل وکیل ابراهیم و خانم رنام، حتی جنرال قدرت، همگی از عروسیشان خبر میشن. چرا متوجه نیستی؟ ما تباه میشیم.
چی کنیم سنجر؟ مام کوشش دارم که یک کار کنم، اما جنرال قدرت مصرف ساخته نمیتونم. حالی بر قیمتی که میشه با دینی زنگ بزن، یک بهانه پیدا کن، هرچی آجل باید از او هتل بیرون شود. درست است؟ زود شده گه. کاش بسا هیلای شانم خبر می دادیم. نخیر نخیر، هوش کنی با کسی خبر نتی. اگر دام نشانی ما را پیدا کنه، همیل از دخترها را گرفته اینجا می آین. درست است، بیاین دیگه. نخیر جانم، در کجا دیدی که امروی خانواده خود به مای اصل رفته باشم؟ به هیچ کسی خبر نمیتیم، حتی ما موبایل ما خاموش کردیم. زود غذایت بخو که بریم قایق سواری کنیم. دی وقت شب؟ نه خیر، ما میترسم. قماندانم رایت است، از چی میترسی؟ محافظ شخصیت. شماره ای را که شما دایر کرده ای در دسترس نمی باشد. آه دینیس، آه بچیم، کاش که بفهمی که در چه قسم یک خطر قرار داری. بفرمایین، بفرمایین. چی شد؟ امروی دینیز گپ زدی؟ موافق نشدم، چند بار برش زنگ زدم اما موبایلش خاموش است. برش پیام روان کو، پیام روان کو. تا ختم مصاحبه باید این موضوع حل شود. زو چو حتما تولد یکیشان است. طرف ما میایه. بفرمایین آقا، تحفه هتل ما به زوجهای جدید است. تشکر میکنم. خواهش میکنم آقا. ایم و قماندان است، ای کار شبی بی توبه. چی شده؟ چرا اینقدر متعجب شدی؟ او خانم کم رای ششته نمیبینی؟ چادر پوش است. چی فرق میکنه؟ بی بی جانم، پدر ای آدم جنرال است، با شورشی ها مبارزه میکنن. در صورت که پدرش توی یک آدم است، اما میبینیم که قلعه از داخل تخریب شده. بسیار زیاد خوش آمدین. بسیار وقت است که درباره خطر جدی شورشی ها بر رسانه ها بیان میکنم دوستا. متاسفانه که یک بار دیگه گپای ما با یک تجربه دردناک ثابت شد. مسئول این وضعیت یک قماندان اخراج شده از اردوی ملی است. نام و قماندان ذکر کرده میتونین؟ البته، شاهین بویوک. ما هیچ از او ترس ندارم. فکر نمیکنم که بخاطر موضوع شخصی این کار انجام داده باشه. بزرگای شورشیا از قسم اشخاص به مسئولیت استفاده میکنن. اونا صدا و ازاران نفر هستن. تا زمانی که اردو را از دست این خائنا پاک نسازیم، به مبارزه ادامه میدیم. کامری عکاسی پیشت است؟ چی شده؟ در کنار سایل عکس میگیریم؟ حالا نه، اول عکس های زوج جوانه میگیریم، بعدا از خودمان. درست است. بله؟ ابراهیم آمد؟ نه خیر، تا هنوز نامدم، منتظر هستم، چند دقیقه بعد میرسه. رانا، تمام چیزایی را که میفهمم برات میگم، کافی است که دخترم برم بیاری. با
بله بله، ما جنرال سنجر هستم. برات زنگ زدم که سلام جنرال قدرت برسون. خب خودش جرأت کردن نتونست، از تو کمک خواستم. گرچه حقیقت داره، او دست خود کثیف نمیسازه، حتما یک مهره پیدا میکنه. گوشکو احمق، حدتو بشناس. خواستی معامله کنی، ما به خاطر شما میان جگری میکنم، اما اگر نمیخوای دخترت ببینی موضوع جداست. چی؟ تو چی گفتی؟ میخوای دخترت ببینی؟ البته که میخوایم. خوب است، جنرال قدرت با تو یک لطف میکنه، میخوای امرایت معامله کنم، دخترت برات نشان میده. چرا بالای تو باور کنم؟ درست است، پس چیزی با گفتن نمیمانم، موبایلت قطع میکنم. کجا باید بیایم؟ حال برد یک آدرس هم میگم، با اونجا میایی. تو سنم بر ما میتی و ما دخترت برد میتیم. گوش کو چی میگم، ما به خودش گفتم بار دیگه دیدم نمفتم، هر وقت که دخترم دیدم با سنم تسلیم میکنم. پس بالای ما تو چه قسم اعتماد میکنی؟ اگه بعد از دیدن دختر سنما با ما تسلیم نکدی باز چی؟ فکر میکنم مرا با جنرال خود اشتباهی گرفتی. ما همیشه با وعده های خود وفا کردیم، او ایره خوب میفهمه. اول دخترم بعدن سنم، ایره قبول دارن؟ جنرال صاحب، ای خطر قبول کدن نمیتونیم، چون او آدم قابل اعتماد نیست. او دختر کنار مانده سنما نجات میدیم. جنرال صاحب، ما میفهمم که چی کنم، ادامه بدین. امرتان بجا میشه. درست است وکیل، قبول داریم. فردا ساعت 4 بعد از ظهر با تفریگاه جوانان بیایید. در ضمن در این باره به هیچ کسی نمیگین، مخصوصا به خانم رنا. اگر کوشش کنین یک کلمه برش بگوین باز، معامله ما از بین میره. درست است؟ درست است، ما اونجا میایم. جنرال صاحب، نقشتان بسیار ساده نیست؟ با بهانه دادن دختر او را میخواییم و از بین میبریم؟ یعنی دخترش برش نشان نمیتیم؟ ما یک آدم صادق هستم جنرال صاحب، وقتی گفتم دخترش میتوم این کار را انجام میتوم. جنرال صاحب، نمیخواییم از حد خود بگذرم، اما او دختر را بزرگ میارین؟ یعنی او دختر از این وضعیت خبر نداره؟ این مشکل شما حل بسازین. ما؟ بله شما، او دختر را به اونجا میارین، هرچی میخواین انجام بدین. امرتان بجا میشه جنرال صاحب. فعلا رفته میتونین. نکو ابراهیم، این کار را در حق ما انجام نده. بله چی کردی؟ سنما پیدا کرده تونستی؟ ابراهیم نامت خانم بیادر، موبایل خود خاموش کرده، جواب نمیده. تو همراه مرش خندی میکنی؟ با ما یک وعده داده بودی، همراه تو یک معامله کردیم، همیال سنما برم پیدا میکنی؟ همیال جواب بده ابراهیم، جواب بده. تباه شدیم شینایی، تباه شدیم. جنرال قدرت میگه تا فردا دختر را پیدا کو بیار. آی خدایا صبر بده برم، هر طرف او دختر غم است. هرچی که میشه باید مانعی کار شویم، اگه نه مواد نیز هر دوی ما تباه میشیم. ای کارا چطور انجام میدی؟ گفته برو رو پیدا کن. باید یک دلیل پیدا کنم، وکیل ابراهیم تحت اداره خود بگیرم. اما چه قسم دلیل؟ چه قسم؟ برش میگم که جنرال قدرت برای تو دام مانده.
اگر منصرف شوه ما نجات پیدا میکنیم. بله بیا که برم. نترس. بالاخره پدرت قبول کرد. فردا دخترم برم میته. یعنی که با هم معامله کردی؟ مرا پیش خانواده میبری؟ نه خیر، من تنها میرم، تو همین جا میباشی. دختر خدا با آغوش میگیرم، بعد از اون شانیتا میگم. ما چی میشم؟ ای چه قسم معامله است؟ چطور میتونه پدر میکار کنه؟ چطور مرا نادیده گرفته؟ ایره، فردا از پدرت بپرس. من میرم. خدای مهربانه، خواهش میکنم کمکم کو تا ای دوری به پایان برسه. قربان حداقل یک بارم که شده مرا پدر بگویه، او را به آغوش بگیرم. کمکم کن تا او را پیدا کنم. کمکم کن. حتی در این خانم یک جای داخل نمیشین، درست است؟ حتی لباسای نظامی تا در موتر تبدیل میکنی. پدر، شما متوجه هستیم که چی میگین؟ این کار هیچ امکان ندارد. ازدواج کردن یک نظامی با حجاب پوش امکان داره، اما این کار امکان نداره. طرف ما ببینی نیست. متوجه هستی که چقدر یک کار خطرناک انجام دادی؟ متوجه هستی اگه کسی درباره تو شک کنه چی حادثه رخ میده؟ خبرداری که تباه میشی. اوه ایره بی بی، مادرم نو بار زنگ زده، پیامم ارسال کرده. حتما صبحانه آوردن.
ایره به ما بتین. نوش جانتان خانم. حالا که خیرت باشه. انشالله. بله. دنیز چطور هستی بچم؟ خوب هستم پدر جان. خیریت هست کدام اتفاق افتاده؟ چیزی مهم نیست. اما تو زنگ زدم خواستم خبرتان بگیرم. صحتتان چطور است؟ مایه حسلتان چطور میگذره بچم؟ خوب است. در ضمن اینجا بسیار جایزی. خب درست است. چند روز دگام اونجا باشین. درست است اما رخصتی ندارم. دایی بارا فکر نکو بچه. ما برات اجازه میتونم. تشویش نکو. شما چند روز دگام اونجا باشین لذت ببرین. چطوری قسم میگین پدر؟ خودت میفهمی که چهار طرف ما خطر است دیگه. حالا که اونجا خوشتان آمده و خانومتم در کنارت است از مای اصل لذت ببر. درست است. بایلیف میگم. اگه خواسته باشه چند روز دگام بودم میتونی. درست است. ما فعلا قطع میکنم. قسمی که گفتم چند روز دیگه مونجا باشین. خداحافظ. بیاز امروز ملاقات میکده. چرا مرا خواستی؟ به خاطر هشدار دادن. قدرت کارای با تو دام مانده. تو را به بهانه دخترت خواسته اما دقیقت از بین میبرید. یعنی دخترت برات نمیده. وای وای وای، تو از چی وقت حال درباره ما فکر میکنی؟ از روزی که زندانی شدی وکیل فکر میکنی تو را کی نجات داد؟ ها؟ هر نوع خطر قبول کرده ثبوتا را ما به وکیلت رسندم. تو را از اعدام من نجات دادم. خب تو چرا این کارا را انجام دادی؟ ها؟ چی هدف داشتی؟ دیگهش مربوط تو نمیشه. ما هم به خواست خود رسیدم و تو هم رسیدی. حال ای پاکت بگی. در داخل ای به اندازه کافی برات پول ماندیم. بگی و بدون ای که پشت سرت سیل کنی از اینجا گم شو برو. ایره گرفتن نمیتونم. نمیتونم. گفتم قدرت کارای میخوای تو را از بین ببر احمق. چرا نمیفهمی؟ به خاطر اولاد خود این خطر قبول میکنم جنرال. اگه به اون نرسم مرگ بهتر از زندگی کردن است. گوش کو، دیگه این فرصت به دست نمیاری. اگه به ملاقاتش بری پشیمان میشی. پشیمان میشی. لعنت به شیطان. بفرماین. جنرال صاحب، جنرال صبری آمدن. داخل بخواهش. بفرماین جنرال صاحب. شفا باشه. زنده باشی. یک آده سبودو گذشت. قسمه که میبینی کاملا خوب استم جنرال صاحب. اما دشمنایم زیاد از این وضعیتم خوش نیستن. خدا برشان صبر بدن. کسایی را که دشمن میگن دمی نظام پرورش یافتن. ازتان خواهش میکنم که اگه افت کلامه مد نظر بگیرین خوب میشه. اونا خواستن مرا از بین ببرن. انازم از اونا حمایت میکنی ها؟ چطور از اونا طرفداری میکنی؟ ببینین این یک موضوع شخصی است. ایرام ساخته نمیتونیم فهمیدین؟ چطور قدر مطمئن بودم میتونی؟ یا که شاهین دوست شماست؟ بله دوستم است. شما هم دوستم هستین. کل ما با هم دوست هستیم. بعضی ها نمیفهمن که طرف کی فایر کنن. اما ما هدف خودم میفهمم. نطفه های شورشیا، عامیان مستقیم، طرفداران شما،
تمامشان دشمن ما هستند جنرال صاحب. ببینین شاهین به هیچ گروه ارتباط نداره. او کسی است که خانواده و اولاد خود از دست داده. فهمیدم. یعنی کسی که عصبانی شد برای کسی دیگر را بکشه اما تو راست؟ البته که قابل بخشش نیست. باید جزای کار خود ببینه. اما شاهین با هیچ گروه تروریستی ارتباط نداره. شاید هم ارتباط نداشته باشه جنرال صاحب. اما از این کار درس گرفتم. نباید بالای هیچ کس رحم کنم. جنرال صاحب، میفهمی بزرگا چی گفتن؟ رحم نکو تا که مظلوم نشی. جنرال صاحب، هیچ جایی نمانده که ندیده باشم. فقط که زمین دهن باز کرده باشه و او دختر داخلش رفته. قسمت بعدی ده هیچ جایی نیست، حتما کوچ کرده. بیادر یک بار به حوزه بیا گپ بزنیم. وقتی آمده اوش کنی نام ایلیف نگیری. بیادر او خانمم از چطورامش نگیرم. چیزی که میگم اما تو کن اوش کنی نامش نگیری. بیادر نام ما رو بگی. با خاطر جبران اشتباه خود خواستم اینجا ملاقات کنیم. در جایی که شما را جدا ساخته بودم یک جا می سازم. طرف مسئله نکو. اونجا را ببینیم.